آیا می دانید سی مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اصلی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن، اهل کجا هستید و چه باور و اعتقادی دارید. این حقوق مال شماست. اعتقاد ما بر این است که باید بدانیم برای کسب چه حقوقی گام برمی داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده ی آزادی ما باشند آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم. تأکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما تنها به جهت آگاهی افراد نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه است که حاکمان آن با اتکا به ناآگاهی مردم قوانین اصلی کشور را خالی از تناقض و بی‌عیب و نقص معرفی می‌کنند. ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر دارد هر انسانی به محض تولد با حقوقی مساوی با دیگر انسان‌ها زاده می‌شود. او آزاد و برابر به دنیا می‌آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانی است و هر کس مسئول از رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد. اما آیا می دانید با وجود این که در اصل 19 و 20 قانون اساسی ایران به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است، اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند 1 اعلامیه جهانی را تضمین نکرده؟ میدانید چرا؟ چون همانگونه که در اصل 4 قانون اساسی ایران اشاره شده است، کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شدند و این اصل به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. در قوانین اسلام زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده، بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می شوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می باشد. اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد، بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم و الزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد می شود. پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه 12 امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و اعمال مجازات های سنگین برای گرایش های دینی و مذهبی، پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازات های سنگین برای گرایش های قومی